Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Kojoi, to kojoi. این چنو جمله دوستان؟ یک جمله سوالیه. چنو سوالی؟ وفراگه. چرا وفراگه؟ ببینید با و شروع شده. و بیست دو. و یک وفراگه هستش. بعد از وفراگه ها بلافاصله فعل میاد دوستان. بعد از وفراگه ها فعل میاد. یا نین فراگه ها فعل اول میمد. فقط جای فعل و فاعل عوض میشد. ولی تو وفراگه ها اول وفراگه میاد بعد فعل میاد. خب حالا اینجا بگه و بیست دو. و بیست دو. اگر که این آقا بخواد که اون جمله رو که میگه از حرف اضافه استفاده کنه، که خب مسلما باید با حرف اضافه بگه دیگه، مثلا خونه هم، دانشگاه هم، تو خیابونم، همه اینا حرف اضافه میخواد، باید از داتیو، یعنی جمله ما داتیوی میشه، اون اسمی که استفاده میکنه در حالت داتیو میاد. چرا؟ به خاطر اینکه و هستش، فعل ما بی حرکته. کجایی؟ کجایی؟ حالا ببینیم کجاست. Was? چی؟ Was? Sag mir, wo du bist. Sag mir, wo du bist. Sag mir, wo du bist. بچه جمله اول چی بود؟ گفت wo bist du. Wo bist du. اینجا چرا فعل اومد آخر؟ مگه این وفراگه نیستش؟ چرا فعل اومد آخر؟ خب دلیلش اینه که این یک ایندایرکت فراگه هستش. یعنی چی؟ یعنی غیر مستقیم، سوال غیر مستقیمه. توی جمله اول گفتش که مستقیم سوال کرد، او کجایی؟ بعد آقای نشنید، گفت چی؟ حالا اینجا با یه زاگمیر میگه بگو به من زاگمیر. این چه نوع جمله ای بچه ها؟ این ایمپراتیوه، ایمپراتیو، امریه. زاگمیر، زاگمیر، بگو به من، بگو به من، بگو به من که کجایی؟ خب حالا اینجا دیگه این جمله ما میشه غیر مستقیم، سوال غیر مستقیم میشه، بگو به من که کجایی. بعد به حالت چی در میاد؟ به حالت جمله فرعی در میاد، که جمله فرعی فعل همیشه میره آخر. زاگ میر و دو بیست، زاگ میر وی دو هایست، زاگ میر واس دو مخست. اوکی؟ اینطوری گفته میشه. خب بریم ادامش. Sag mir, wo du bist. Ich bin in der Schule. خب کجاست این آقا؟ توی مدرسه است. Ich bin in der Schule. این یادتونه که گفتم که وکسل پروپوزیسیون هستش. بعد شوله، ما باید دقت کنیم که شوله حرف تعریفش چیه. الان شما میدونید که اینجا باید اسمی که آرتیکل اون اسم در حالت داتیو باشه. چرا؟ چون فعلمون بی حرکته. ایش بین، من هستم. کجایی؟ من هستم. خب حالا اینجا آرتیکل دی چی؟ آرتیکل شلو، آرتیکل شوله چیه؟ دی هستش، مؤنث فمینین. دی در حالت داتیو میشه در، در. پس میگه ایش بین این در شوله، ایش بین این در شوله. Ich bin in der Schule. Ich bin im Einkaufszentrum. خب حالا اینجا باز داره یه جای دیگر رو میگه. خب توی کجاست؟ Einkaufszentrum، مرکز خریده. بچه ها دقت کنید که اینجا ایم هسته، شه وقت گیج نشید. ایم یعنی این دم، این دم. خب Einkaufszentrum، Einkaufszentrum آرتیکلش چیه؟ Einkaufszentrum، آرتیکل Einkaufszentrum
یا داسه یا در. چرا؟ به خاطر اینکه تبدیل شده به دم. مسلما دی نیستش. اگه دی بود میشد در. خب ولی خب اینکاف سنتروم آرتیکلش داس هستش. ایش بین این دم اینکاف سنتروم. ایش بین ایم اینکاف سنتروم. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin in einem Restaurant. خب. اینجا میگه که من توی یک رستورانم. من توی یک رستورانم. یاد کارتون زبلخان افتادم. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. بچه ها میخواد بگه توی یه رستورانم، نمیخواد بگه مثلا توی رستوران فلان رستورانم، اسمشو نمیگه، میگه توی یه رستورانم. اینجا دقت کنین، رستوران آرتیکلش داس هستش. خب داس میشه دم دیگه. حالا ما اینجا آرتیکل نامعین داریم، این این هم به اضافه آرتیکل میشه، میشه اینم، این اینم، این به اضافه دم میشه اینم. حالا اگه مثلا اینجا آرتیکلمون دی بود که شده بود در، میشد این اینر. اوکی؟ فرشتنده؟ Ich bin in einem Restaurant. ببینیم دیگه کجا میخواد بره. Ich bin in der Bank. خب حالا رفته بانک. Ich bin in der Bank. Bank آرتیکلش دی هستش. خب این در بانک. دقت کنید اینجا نمیگه این اینر بانک، نمیگه توی بانک هم، یه تو بانک هم. حالا احتمالا این بانک آشناس، مثلا اون کسی که داره باش حرف میزنه میشناسه، میگه من تو بانک هم. بانک آرتیکلش دی هست، میشه در. Ich bin in der Bank. Ich bin in der Bank. Ich bin im Bus. خب حالا ما توی اتوبوس. من توی اتوبوسم. بوس آرتیکلش چیه؟ در هستش. در میشه دم. داتیوش میشه دم. این دم بوس که میشه ایم بوس. ایم بوس. Ich bin im Bus. Ich bin bei der Friseurin. خب حالا اینجا رفته آرایشگاه، آرایشگرش خانم، فریزورین، پس دیه دیگه، درسته؟ دی فریزورین. Ich bin bei der Friseurin. من اومدم آرایشگاه، من پیش آرایشگر هستم. بای بای در فریزورین. بچه دقت کنید که اینجا آرتیکلمون چیه؟ بای هستش. بای یعنی پیش، نزده. منتها بای همیشه داتیوه، اینو یادتون باشه. بای همیشه داتیوه. اگه یادتون باشه یه سری حروف اضافه بودن که همیشه داتیو بودن، یه سری بودن همیشه آکوزاتیو بودن. اینا رو ما حفظ کردیم، درسته؟ توی آلمان قدم به قدم همه رو توضیح دادم. بعد یه سری بودن که هم گاهی اوقات داتیو بودن، گاهی اوقات آکوزاتیو بودن، که میگفتیم وکسل پرپوزیسیونن. حالا اونها رو ما میومدیم میگفتیم که اگه حرکتی بود آکوزاتیو، اگه بی حرکت بود داتیو. ولی بای که همیشه داتیو، ما دیگه اصلا به حرکت و بی حرکتش دقت نمی کنیم. الان پیش خودتون فکر کنید ببینید دیگه چه حرف اضافه هایی بود که داتیوی بود. من نمیگم، خودتون پیدا بکنید. خب ich bin bei der Friseurin، پس اینم شد داتیو. ربطی هم به حرکتی و بی حرکتی نداشت. Ich bin bei der Friseurin. Ich bin beim Arzt. خب
حالا اینجا باز هم میخواد بگه که من پیش دکترم اومده دکتر آرتس آرتیکلش چیه؟ در هستش بای دم آرتس درسته؟ میشه بایم اینجا ما میتونیم این رو کوتاهش بکنیم بگیم بایم ولی برای مؤنث ما نمیتونیم بگیم همون باید بگیم بایدر خیلیاتون براتون سوال پیش میاد میگین که خب حالا اینجا مثلا میگیم بایم پس اونو چی میگیم؟ اونو باید همون بایدر بگیم برش آب کورتسون وجود نداره ادامه Ich bin beim Arzt. Ich bin bei Tom. خب اینم خوبه ببینین توم یک چیه اسم خاصه اسامی خاص آرتیکل ندارن نمیتونه بگه بای دم توم اوکی اسامی خاص رو هیچی نمیگیم بای توم بای ایفا بای ماریا بای پیتر Ich bin bei Tom. Ich bin zu Hause. خب بالاخره رسید خونه برای خونه بچه ها همیشه از سو استفاده میکنیم ich bin zu Hause ich bin zu Hause Ich bin zu Hause. Ich bin in Berlin. خب برلین هم یک شهره بچه ها شهرام آرتیکل ندارن ich bin in Berlin ich bin in Bonn ich bin in Tehran ولی کشورهای چند تایشون آرتیکل دارن فکر کنید ببینید یادتون میاد کدوم کشور آرتیکل دارن ایران عزیز خودمونم آرتیکلش در هستش Ich bin in Berlin. خب عزیزان جلسه بعد هم باز راجع به پرپوزیسیون ها صحبت میکنیم وکسل پرپوزیسیون که البته حروف اضافه اکوزاتیوی که با وهین سوال میشه دقت کنین در میشه دن توی اکوزاتیو همیشه در میشه دن دی میشه همون دی داس هم همون داسه تغییر نمیکنه دی جمع هم همون دیه فقط ماسکولین هست که تغییر میکنه در میشه دن شهلا صدری هستم ادامه ویدیوهای بعدی